درود و عرض ادب، من آنی نیکخان هستم از کانال نیک وایپرز. همونطور که به پیمایش اومده بودیم در مناطق زاگرس جنوبی هستیم و در حال پیمایش در کنار صخره با یک صحنه جذاب در اوایل صبح مواجه شدیم. وقتی از دور که نگاه میکنید چیزی دقیقا مشاهده نمیکنید. اگر فردی کوهنورد بشه، طبیعتگرد بشه، بخواد از این حاشیه دره رد بشه و مثل من اینجا بشینه و استراحت کنه، اگر خدا نگه دستش اینجا بذاره، این عقربی که اینجا استتار کرده میتونه دستشو مورد گزش قرار بده. این عقرب یکی از جنس عقرب‌های گونه هوتنتوتا هستش که دارای چندین گونه در ایرانه و جز بزرگترین عقرب‌های ایران به شمار میاد از لحاظ جسه. زهر خطرناکی ندارن و کشنده نیستن، اما زهر بسیار دردناکی دارن و ناحیه زهرشون بسیار متورم میشه. دلیلش هم اینه که قده زهر بسیار بزرگی دارن. به خاطر قده زهر بزرگ زهر زیادی رو تزریق میکنن و فردی که مورد گزش قرار میگیره درد زیادی رو تجربه میکنه. این گونه عقرب هوتنتوتا جولیوس هستش و مانند دیگر گونه های هوتنتوتا بدنش کشیده و دارای پورس های زیادی. اگر داخل ویدیو معلوم باشه، هوتنتوتا جولیوس نشونه های مشخصش انبورک های مشکی، نوک سر مشکی و نوک دومش مشکی هستش، برخلاف گونه هوتنتوتا سالسه‌ای که فقط نوک دوم و نوک سرش مشکیه. این گونه انبورک های مشکی رنگ هم داره. جسه بسیار درشتی داره همونطور که دارید مشاهده میکنید و همونطور که گفتم زهرش کشنده نیست اما بسیار دردناکه. نقش بسیار خوبی در کنترل جمعیت آفات داره. این هم مانند دیگر عقرب ها در طول شب فعالیت میکنه، اما الان چون در فصل اوایل تابستون هستیم و اوایل صبح ممکنه جانوران و بندپایان و خزندگان به بیرون میان و فعالیت کنن، میشه گهگودار این گونه ها رو مشاهده کرد. همونطور که مشاهده میکنید دوستان، رفتار بسیار تهاجمی دارن گونه های هوتنتوتا و ببینید با کوچکترین تحریکی وقتی پورس های روی بدنش تحریک میشه دم پرت میکنه و سعی در گزش داره. ببینید چجوری دومشو پرتاب میکنه و گزش انجام میده. عقرب ها این قابلیت رو دارن که چندین بار پشت سر هم فرد مهاجم رو مورد گزش قرار بدن. ببینید چندین بار دم پرت میکنه و اون فرد رو مورد گزش قرار میده. حتی ممکنه در یک لحظه دو بار یک نقطه رو بگزه. من این عقرب رو الان بگیرم. ببینید بدنی زرد رنگ داره، بدنی خاکی رنگ داره، کاملا با سنگ ها و گل سنگ ها میتونه استتار کنه و به علت این خال های مشکی که روی دست و پاش داره و انبرک های مشکی اونو که سر مشکی میتونه لابلای شکاف سنگ ها به خوبی پنهان بشه و خیلی سخت میشه دیدش. الان چون اول صبح بود به این بالای این شکاف اومده بود و منتظر بود که از بند پایین دیگه شکار کنه. ببینید جثه های بسیار درشتی دارن. عقرب های گونه هوتنتوتا و عقرب های جنس هوتنتوتا 10 الی 15 سانتی متر به راحتی رشد میکنن و جثه‌های بسیار درشتی دارن. یک مشخصه که در عقرب‌ها هست و یک باور غلطی که در عقرب‌ها وجود داره اینه که برخی‌ها فکر میکنن رنگ عقرب‌های مشکی بسیار خطرناکن یا عقرب‌های زرد بسیار خطرناکن. دوستان ظاهر عقرب‌ها هیچ تفاوتی تو خطرناک بودن یا نبودنشون نداره. اینجوری نیست که بگیم یک مشخصات ظاهری دارن عقرب‌ها که این شکلن خطرناکن، عقرب‌ها که اونجوری نیستن خطرناک نیستن. رنگ عقرب‌ها هیچ تأثیری در خطرناک بودن یا خطرناک نبودن اونها نداره. این که بگیم عقرب‌هایی که مشکن یا تیرن خطرناکن یا عقرب‌های زرد و یا روشن خطرناک نیستن، این اصلا قابل قبول نیست. ما جنس عقرب‌های زرد رنگ و بسیار کوچکی داریم در ایران که خیلی خطرناکن و زهرشون کشنده هستش، ولی مثل این گونه عقرب، عقرب‌های سیاه، چون عقرب هوتنتوتا زاگروسنسیس هم در ایران وجود داره که کاملا سیاهه، یا عقرب دونپهن عربی. الان عقرب زاگروسنسیس از همین گونه هستش، هوتنتوتا هستش و از همین جنس هستش، هوتنتوتا هستش و گزشش مرگبار نیست. اما عقرب دونپهن عربی کاملا مشکی رنگه ولی گزش های خطرناک و کشنده داره. یا عقرب هوتنتوتا جولیوس یا عقرب هوتنتوتا سالسه‌ای، اینا عقرب های زرد رنگی هستن که جثه های درشتی دارن ولی گزششون کشنده نیستش. پس دلیل نمیشه بخوایم از روی تفاوت های ظاهری بگیم که یک عقربی خطرناکه و عقرب دیگه خطرناک نیست. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، لطفا به هیچ عنوان این کارهایی که ما انجام میدیم و انجام ندین و تصاویر رو نگاه نکنید و جوگیر نشید.
ما رفتار برخی گونه ها رو کاملا میشناسیم و میدونیم چه گونه باشون رفتار کنیم. اگر میبینید مار یا عقرب رو در دست میگیریم و به روی دستمون میذاریم، کاملا از خطرات اون آگاهیم و میدونیم چه کار کنیم، چه جوری باهاش مواجه بشیم. یا اینکه رفتار اون گونه رو کاملا میشناسیم و میدونیم چه جوری باهاش رفتار کنیم که ما رو مورد گزش قرار نده. پس سعی نکنید که به هیچ عنوان وقتی هیچ گونه یا شناختی ازش ندارین اونو با دست لمس کنید و بخواید روی دستتون بذارید. اگر عقربی شما رو مورد گزش قرار بده، شما در طبیعت باشید، مناطق کوهستانی باشید، فاصله زیادی داشته باشید با مرکز درمانی، اگر خدای نکرده اون عقرب خطرناک باشه و شما رو مورد گزش قرار بده، مطمئن باشید که میتونه باعث بروز مشکلاتی برای شما بشه و خدای نکرده اتفاق بدی براتون بیفته. یا حتی اگر عقرب خطرناک نباشه و بدن شما به زهر اون حساسیت نشون بده، مثل گزش زنبور که برخی حساسیت دارن بهش، اگر حساسیت نشون بده بدنتون، با مرکز درمانی فاصله زیادی دارید. پس اینو همیشه در نظر داشته باشید که کنجکاوی نکنید و حس ماجراجویانه نداشته باشید. این عقرب زیبا رو ما رها می‌کنیم تا به داخل شکابش بره و به ادامه زندگیش بپردازه. دوستان، من آینه نیکخوان هستم از کانال خزندگان و جانور زهری یا نیک وایپرز، که اگر سرچ کنید داخل سرچ یوتیوب براتون میاره. لطفا ما رو حمایت کنید، کانال ما رو حمایت کنید، هم ما هم تیممون، که ما بتونیم فعالیت بهتر، قویتر و مستمرتری داشته باشیم تا بتونیم این جانوران زیبا رو بیشتر با شما آشنا کنیم و اطلاعاتی که داریم رو در موردش با شما به اشتراک بذاریم. خیلی ممنون میشم که ما رو حمایت کنید. خب دوستان عزیز، در ادامه پیمایشا که بودیم، تونستیم یکی دیگه از گونه جنس عقرب‌های هوتنتوتا رو پیدا کنیم، یکی از بزرگترین عقرب‌های ایران. در حال حاضر به رنگ تیره هستش و چون در این صخره پنهان شده، از فاصله دور معلوم نیست، ولی وقتی نزدیک بیاید عقربی از گونه هوتنتوتا زاگروسنسیس رو مشاهده می‌کنید که به عقرب‌های زاگروسی معروفن، از خانواده هوتنتوتا هستش و همونطور که بهتون قبلا گفتم جزء بزرگترین عقرب‌های ایران به شمار میاد این خانواده. ببینید چه جثه بزرگی داره. این گونه به رنگ مشکی هستش و در مناطق زاگرس پراکندگی داره. همونطور که بهتون گفتم ما در منطقه زاگرس جنوبی هستیم و تونستیم در لابلای سنگ‌ها و صخره‌ها یکی دیگر از این گونه عقرب‌ها رو مشاهده کنیم، عقرب هوتنتوتا زاگرسی یا زاگروسنسیس. جثه های بسیار درشتی دارن، بدنشون مثل گونه های دیگه عقرب هوتنتوتا دارای پرز هستش و چیزی که متمایز میکنه این گونه رو نسبت به بقیه، رنگش کاملا یک دست مشکیه و به علت رنگ مشکی و جثه درشتی که داره، رو به وحشت زیادی در بین مردم و طبیعتگردا وقتی به منطقه کوهستانی میان ایجاد میکنه. ببینید کاملا گارد داره و رفتار تهاجمی داره مثل بقیه گونه ها. سریع میخواد که فرد مهاجم رو مورد گزش قرار بده و به علت رنگ تیره و مشکی که داره، خیلی ها فکر میکنن یک عقرب بسیار خطرناک و کشنده هستش، ولی همونطور که بهتون گفتم عقرب های جنس خانواده هوتنتوتا کشندگی نداره و گزششون در حد درد و تورمه. ببینید چه جثه درشتی داره و رنگ مشکی و براق که باعث میشه وحشتناکتر و ترسناکتر دیده بشه و وقتی کسی باهاش مواجه میشه فکر میکنه که یک عقرب بسیار خطرناکه، در حالی که اصلا اینطور نیست، مگر اینکه به گزشش حساسیت داشته باشین و بدنتون واکنش آلرژیک بده. ببینید چقدر زیباست و چه جثه درشتی داره. یه چیزی رو میخوام در مورد عقرب‌ها بهتون توضیح بدم. خیلی ها میگن که ما عقرب بالدار پیدا کردیم یا عقرب پرنده پیدا کردیم. ما چیزی تحت عنوان عقرب پرنده یا عقرب بالدار نداریم و یا عقرب‌هایی که جهش داشته باشن و بپرن. دلیل این موضوع چیه؟ الان کاملا بهتون توضیح میدم. بذارید عقرب یه ذره آروم بشه. ببینید دوستان،
به این میگن پکتین یا شانه یا باله های عقرب. اسامی مختلفی داره، معمولا معروف به زبان فارسی به شانه عقرب یا باله های عقرب. محل تعیین جنسیت عقرب هاست این دوتا زایده ای که بذارید قشنگ نشون بدم بهتون. چنگلک های قوی داره و وقتی تومه رو میگیره به راحتی نمیتونه ازش فرار کنه. این باله ها رو مشاهده میکنید، به اینا پکتین، شانه عقرب یا باله عقرب گفته میشه. محل تعیین جنسیت عقرب هاست. عقرب ماده از این ناحیه که بینید زایمان انجام میده و نوزادانش از این محل خارج میشن که تو ویدیوهای دیگه تصاویرش رو براتون میذارم و در موردش بهتون توضیح میدم. این دوتا زایده‌ای که میبینید به حالت شبیه بال پروانه طور میمونه بالهای عقرب نیست و کمک به پریدن یا جهیدن عقرب نمیکنه. اینا محل جانوری ارتعاش عقرب ها هست. از طریق این ارتعاش محیط رو میسنجن و اگر شکارچی بزرگی بخواد از کنارشون رد بشه از طریق اینها میفهمن و پنهان میشن، چون عقربا تقریبا نابینا هستن و دید ندارن و فقط در حد تاریکی و روشنی رو تشخیص میدن. ولی به علت پورس هایی که روی بدنشون دارن و این باله ارتعاش محیط رو متوجه میشن، لرزه نگار دارن و اون لرزه رو متوجه میشن و باعث میشه که بتونن به راحتی سریع پنهان شن و از دست شکارچی و مهاجم فرار کنن. پس اگر عقربی رو دیدید و مشاهده کردید که این زاده رو داشت، فکر نکنید که بال داره یا باله عقربه یا در جهیدن بهش کمک میکنه. اینا لرزه نگارهای عقرب هست و چون حالت شانه است و دندونه داره به اون شانه عقرب میگن، که همطور بهتون گفتم محل تعیین جنسیت عقرب هاست که نر یا ماده بودنش از طریق اون مشخص میشه و همینطور لرزه نگاری که باعث میشه محیط اطرافش رو بسنجه. ببینید چقدر جسته درشتی داره. انبارکاش هم تو گرفتن بسیار قویه، وقتی با انبارکاش گاز میگیره به راحتی جدا نمیشه. یکی از زیباترین و بزرگترین عقرب هایی که در ایران در منطقه زاگرس در کوهستان ها در لابلای صخره ها زیست میکنه، عقرب گونه هوتنتوتا زاگرسنسیس یا عقرب زاگرسی. من آیین نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز یا خزندگان و جانوران زهری. خیلی ممنون میشم که من رو حمایت کنید و تیم ما رو تا ما بتونیم فعالیت بهتر و قوی تری داشته باشیم و بتونیم این گونه های جذاب رو بیشتر با شما آشنا کنیم و اطلاعاتی که در مورد اینها داریم رو با شما در میون بذاریم تا از خرافات و موارد نادرست جلوگیری بشه. خیلی ممنون میشم که ما رو حمایت کنید، ویدیوامون رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید.